هشدار به افغانه هایی که به این دوستان می آیند برای تداوی و معالجه. متاسفانه افغانه های زیاده که امروزه در این دوستان می آیند در دست ترجمانه های می افتند که این ترجمانه ها با شفاخانه ها رابطه دارند و فیصدی کمیشن می گیرند. مثال یک مریض اگر در جای در شهر که من هستم اگر ازینه اش 100,000 افغانی بشود، این ترجمان ها 300,000 400,000 روپیه را می گیرند. چه قسم با شفاخانه این پول را ایف و میل می کنند. وقتی که من این آلت را می بینم و اشک از چشمام سرازیر می شود، دلم را درد می گیرد که این چه قسم دنیای بدی شده است. حتی اگر دکتر بفهمد که این افغانی با خود کسی را ندارد، پشتیبانی ندارد و ترجمان این را آورده است و یا خودش آمده است و را بلد نیست، و اگر بله که در برای ایندی 10,000 ایندی باشد بدهد، برای اون افغانی 100,000 می کند یا 50,000 می کند. چرا که می فهمد که افغانی ها نمی هز نمی کنند، شکایت نمی کنند، به پلیس نمی روند و افغان ها مردم مظلوم هستند، مردم جنگ دیده هستند، سواد ندارند. به خاطر از این فریب دست این ترجمان ها و این قصاب های که در هندوستان هست، دست اینها میفتند. من در نزدیک بمبئی هندوستان زندگی میکنم. البته بمبئی بزرگترین شهر هندوستان هست از لحاظ تجارتی، بزنس، حتی مرکز بالیود هندوستان هست. تمام فیلم های بالیود در اینجا تهیه میشه و بزرگترین دکترهای دنیا از آمریکا و اروپا و از سراسر دنیا در شهر بمبئی هست. قطب اقتصادی هندوستان هست، بزرگترین و پرنفوذترین شهر هندوستان هست. من در بین شهر بمبئی، ممبئی هندوستان و شهر پونه، بزرگترین شهر دانشگاه هندوستان هست و در بین شهر ناسک، قطب این شهرهای تجارتی هندوستان هست که از لحاظ اقتصاد خیلی بالاست و در این شهرها شفاخانه ها و این چیزها برای افغانی ها خیلی رحم دارن، محبت دارن. وقتی که نام افغانی را میشنوند دلشان زنده میشود، محبت و ارادت خاصی دارن. البته در دلی آن محبت نمانده هست. وقتی که افغانی را ببیند و فکر میکند که طالبه، یک نفرت در دل آنها جایگزین شده هست که وقتی که افغانی می رود و پول دکتر را ده چند از آن می گیرند. اما در این ایالت افغانی ها را یک احترام و قدر دیگه می بینند سالهای سال. و اینجا اگر شما ها بخواهید که در اینجا خود را معالجه کنید، فقط 2,500 ایندی از دلی تا اینجاست از اینه می شود و بعد از آن که بروید 2,500. و اینجا خانه‌ها داریم، اینجا اتاق رایگان و غذا لنگر هست و شما میتونید اینجا رایگان غذا بخورید و بعد از آن بروید آنجاها خود را درمان کنید. و هیچ پولی هم من از شما نمیگم، چرا که اینجا خانه‌های من برای تمام هموطنان، برای تمام هموطنهای فارسی زبان ایرانی و افغانی من، فارسی زبان‌های ایرانی و افغانی همه هموطن‌های من هستن، جان من هستن. همه میتونید شما اینجا بیایید و هر قدر خاصی بمانید و فقط 2,500 اینجا تا اینجا ازینه میشود. اما از دست این قصاب‌های امروزی در امان خواهید بود. و این واسابه که اینجا من گذاشته هم، اگر شما ها میایید و چند روز
پیش برای من بگویید تا شماره شخصی خود را من برای شما بدهم و بعد از آن هر روزی که شما بیایید و تماس بگیرید من زود جواب شما را میدهم و بعد شما میتوانید بیایید اینجا با من ملاقات داشته باشید و نیز درمان کنید و اینجا داروی گیاهی اینجا نیز یافت میشود. بزرگترین طبیب های داروی گیاهی هندوستان، حتی دکترهای طب قدیمی و طب امروزی، کلینیک آسپیتال و بزرگترین دکترهایی که در آمریکا و اروپا بودند، از هر لحاظ پیشرفته است، طب امروزی و طب قدیمی هر دو. و شما را دوست دارم، در پناه خدا باشید. من همیشه در خدمت همه شما هستم. خانقاهی من انشالله در حال ساختن است. شما می توانید در برای ساختن خانقاهی من کمک کنید. این خانقاه مرکزی خواهد بود برای تمام هموطنهای فارسی زبان ایرانی و افغانی من، همچنین برای تمام مردم هندوستان، برای تمام مذاهب پارسی، هندو، شیعه، سنی، مسلمان و مسیحی، زردشت، برای تمام مذاهب، برای تمام فارسی زبانها، پرشون زبانها، برای تمام مردم دنیا. و هر هموطن من اینجا که در این خانقاهی که ساخته می شود که بیاید و این خانقاه از خود شما خواهد بود و این جایی که امروزه، خانقاهی که امروزه دارم، اینجا برای موقت است و از اینجا به خانقاه جدید انشالله جای خانقاه خود را از اینجا با آنجا عوض خواهیم کرد. شما را دوست دارم، در پناه خدا باشید. آن خانقاهی که ساخته می شود برای همیشگی هست، دائمی. اگر می خواهید که همیشه از همه مصیبت ها در امان باشید، اگر می خواهید که هر دعای شما قبول شود، هر حاجت شما بر آورده شود، تمام مشکلات شما دور شود، یک بار از انگشتر ما استفاده کنید و برای به دست آوردن انگشتر ما می توانید به شماره واتساپ که اینجا نوشته هم تماس بگیرید و آن انگشتر را به دست بیارید تا که زندگی شما عوض شود، تمام مشکلات شما دور شود و هر حاجتی که در دل دارید بر آورده شود و هر خواهش و هر دعایی که دارید